اتحادیه کارخانه های صنعتی از نبود پلیسی مشخص حکومت در حمایت از تولیدات داخلی انتقاد می کند. جبار صافی رئیس این اتحادیه می گوید که نبود پلیسی مشخص حکومت در حمایت از تولیدات داخلی سبب شده است تا برخی از کارخانه های داخلی با رکود روبرو شوند. طاهر صدید به این موضوع پرداخته است. هرچند میزان سرمایه گذاری ها در تولیدات داخلی در سالهای اخیر بهبود چشمگیر را نشان می دهد، اما اتحادیه کارخانه های صنعتی می گوید هنوز هم بیشتر کارخانه داران با چالش های چون نبود زمین، امکانات مالی، نبود مالیات بر مواد خام و همچنان رقابت های ناسالم با تولیدات خارجی مواجه است و هیچ گونه توجه در حل این چالش ها از جانب حکومت صورت نگرفته است. اگر دولت که میخواید که به خاطر رشد صنعت ملی ما و شما، رشد صنعت افغانستان، باید یک پالیسی را بسازه که او به نام حمایوی از صنعت پالیسی باشه که ما چطور بتانیم که صنعت خود را حمایه بکنیم. با گفته آقای صافی، همکنون صدها کارخانه دار در انتظار هستند تا زمین برای ایجاد کارخانه برای آنان از سوی حکومت توزیع شود. در این حال وزارت تجارت و صنایع از بازنگری در پلیسی صنعتی خبر داده می گوید که تلاش ها روی بهبود وضعیت تولیدات داخلی همچنان جریان دارد. قسمی که متشدیدین میگه بر تمامشان توزیع نشده، ولی پروسه جریان داره و ما امیدوار هستیم که بر تمام کسی که سرمایه گذاری میکنه بر اونها زمین بدن. ولی یک چیز یک مشکل هم هستن که یک چیز متشدیدین در وقت زمین توزیع میشه اونها زمین میگیره، یک چیز دیوالی میکنه امیر همین طور میمانه، ولی ما همون زمین را هم مسترد میکنیم از این مرزومی که زمین گرفته ولی خودشان کدام فعالیتای تولیدی یا صنعتی نداره از همون ها میگیریم با مستقیم دیگر توزیع میکنیم. آگاهان امور نیز به این باورند اگر توجه جدی برای معافیت بر مواد خام و از سوی هم افزایش مالیات بر تولیدات خارجی صورت نگیرد، رقابت‌های ناسالم تولیدات خارجی سرنوشت تولیدات داخلی را با رکود مواجه خواهد ساخت.